حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. الان سر صورتم صفا میدم میام مامانی، همین الان امیدم پایم میده جان. این چیز آخره جانم. تو رو هیچ از زمین ندن تماشا کنه، تو رو باید از فضا تماشا کرد. این اپالو 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 ببین این سفینه ما رو داشت بعد جوری شد تو رو پیس دیگه های زنجیر بار کردم. وای گلدون 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 فراموش کرده بودم. گلدون چی هست؟ علامت اشغاله. اشغال چی هست؟ اشغال نه اشغال. ماما زیل، ما سه تا رفیق اینجا هست. هر وقتی که از ما تو اتاق مشغول اشبازی هست گلدان پیش منجره هست، یعنی اتاق اشغال هست، فهمید؟ آره، فهمید. گربونو خندیدن را رفتن درست فرنگی منو بگیر که اومدم، مردم. باید، گربون تو برم الاخی بذاریم بچم. خواهم منزل ما اینجاست، بریم به آپارتمان. بریم ببینم شیطون آپارتمان تر تمیز شیش هست. چه جوره سفر. آه گلدون، بازم این گلدون لعنتی. گلدون چی از این؟ هیچی، بریم نقطه قدم بزنیم، اتاق اشغاله. منزل ما اینجاست، بریم با آپارتمان. آپارتمان دنج هست؟ آره، خیلی خلوت و بی‌سر و صدا است. آدم وقتی سب کن ببینم. بازم این گلدون لعنتی. گلدون چی عزیزم؟ هیچی، بریم یه خود قدم بزنیم، اتاق اشغاله. پاشو بریم عروس اگه باید جا بدیم منزله بس من قربونه دارم الاخی جان. بی خود تو نیا بچه ببینم نا کنی لبه تبخان نرزمه دیگه جون. چه خبر که بابا من نوخه گرفتم. من تو خبر
رو پیش بندازین، دیگه دعوا نداره یه دقیقه اینجا. من که کور خوندم، طرف پول دار که نیست هیچی، یه چیزی هم داره تیغ زد. مثل اینکه خدا برای ما نذاشته که زن پول دار عاشقمون بشه. در هر حال شب تو کافه من میبینم تو فامیلی، یا تو نره پیش بندازین. خیلی خوب. بریم از من و قلاهانی و فقای ما بریم که سر از من آخر از تو پیش بندازینم. امیدوارم امشب خوش بگذاره. زمن یه عرض مختصری داشتم خانم. خوب بله. پدرتون برام اجرایی صادر کرده که اینجا رو تخلیه کنم. خواهش میکنم، تمنا میکنم بهشون بفرمایین اینقدر به من فشار نیارن. خودتون میدونین که من آدم شارلاتان نیستم. مدتیه که کارم خوب کار نمیکنه. در اولین فرصت بدهیتون رو میپردازم. نسرین به بابا بگو دیگه. آخه تو که بابا رو میشناسی، آدم یه دنده لجوجی. خیلی خوب اسکندر خان، من خودم به بابام میگم. خدا از بزرگی کمتون نکنه، یک دنیا از شما ممنونم. خب دیگه چیزی کم نداری؟ نه متشکرم. سایتون کم باشه. این
تشکر میکنم از اینکه باعث گلبایی نمیدادی. مهربون میکنم. خواهش میکنم. باید تو بگشتی. بچه ها نادیا خوشگله بلیط وقت آزمایی برده مولا شده. چطور بجه؟ خوب ازش خواستگاری کنیم ما. مگه چی هم برده؟ سب ریال یعنی دهت ما. دنگ خدا ما دنبال یه زن میلیونر میگردیم. بچه ها امشب باید به صاحبونه پول بدیم و الا اساسیمونی میرزه تو گوچه ها. چطور بگه؟ من امروز بهش قول دادم براش گول ببرم. مخچره بی خودی بهش قول دادی؟ تو غلط کردی به صاحبونه قول دادی. شما تا خرخرتون به من بده کاری. از پول حالا حالا خبر نیست. یالا خلوت کنی خلوت کنی. خیلی خوب خلوت کنی خلوت کنی. چخنگ چخنگ. بالاخره چیکار کنی؟ مگه نشنوتین چی گفت؟ میگه خلوت کنی خلوت کنی خلوت کنی خلوت کنی. پس چرا از کافی نمیان بیرون؟ نمیدونم. ناهاش. شبت بخیر. خدا حافظ جان. چی میگی بریم دنبالشون؟ نه حالا دیر وقته، خونهشونه که بلدیم. آره. فردا صبح میریم جلوی خونهشون. فعلا را بیافت بریم. روز از نو روزی از نو بیبری. من نمیام نمیام، فایدهش چی آخه؟ بابا چی داره میگی؟ ناامید نباش، جوینده یابنده است. تو این شهرزانه پولداری که بخواه به جوانه مثل ما شوهر کنن فراوونن. بالاخره به تورمون میشن. بریم بابا، یا نصیب یا قسمت. بجا دیگه چقدر قهر میزنی؟ همین تو ناشم بذار یه خورده دورشم بعد بریم دنبال. باشه بریم. این کارا بیفایده است پسر، جای حرف زدن دعا کن. خدایا تا کی دنبال زن پولدار بگردیم؟ آخه این چه زندگانی ما داری؟ برو پایین، اینجا جای مناسبیه، از پشت سر به ما میرسن. برو چرخ و پنچر کن، زود باش. باش پشترم میرسن. چی میشود یه زن پول دار خواهد بسته دیگه؟ حالا چجوری لاستیک عوض کنم؟ ما که بلد نیستیم. عجب گرفتار شد. خیلی گرفتار شد. بعد برم بیانه شد. خیلی معذرت میخوام، لاستیک اتومبیلمون پنچر شده. ممکنه؟ البته که ممکنه. چی؟ خانم جون اینا این کاره نیستن. خونم پنجریده میگیرم، قرونی شکلت هم میگیرم. بله مادمازل، شما بفرمایید تو اتومبیلتون. نوکرمون باشه. نوکر بدارد؟ ساکت باشه لطفا کلید از صندوق عقب تو بدید. ببینم حالا که من نوکرت شدم. آره خواهش میکنم من ازتون خیت نکن، بگی صندوق عقب واکوس. آره شاید اینا دخترای پولداری باشن که ما دنبالشون میگردیم. پس رفاقت برای چی خوبه؟ این تمپ میره رول نوکر ما رو بازی کن. پنچره بگی بریم. نمیفهمم چرا من همیشه باید رفاقت به خرج بدم آخه. باشه مگه تو آپارتمان نیاین بلایی به سرتون بیارم که هست کنم. پس شما ما رو میشناسین؟ تقریبا. تقریبا یا تقریبا؟ حالا اتاق اشغاله. وقتی خواستیم بیاین خونه به ریشتون میخندم. خب تا اینجاش بد نشد، خدا کنه بقیهش هم جور در بیاد. شکل و قیافش که خیلی خوبه، خدا کنه بقیهش هم جور در بیاد. مثل اینکه امروز شانس بهمون رو کرده. خدا کنه بقیهش هم جور در بیاد. خیلی رفته تو نخ من، معلومه از من خوشش اومده. خدا آپارتمان ما اینجاست. بفرمایید. با قهوه موافقین؟ البته که موافقیم. چکرم. نادر بیا 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 با اجازه. چه؟ اونجا اونجا. باز گردون چطور به این زودی یکی رو به تور زد؟ والا منم نمیدونم، حالا میگی چیکار بکنیم؟ یه کلکی بزنیم بگیم قهوه نداریم. آره خیلی ببخشید خانم، ما تو منزل قهوه نداریم. خب چایی میخوریم. آخه چایی میدونین حالا بمونیم پشت در بیچاره. حالا اشکال سر چیه؟ آخه میدونی گلدون اون گلدون رو میبینی؟ معنیش اینه که رفیقمون اونجا سنی آپارتمان. آه خیلی ساده است، از کجا معلوم که اون به شما کلک نزده باشه؟ کلک؟ آره شما ها قالش گذاشتین، اونم گلدون علکی گذاشته پشت پشت. راست میگه. نمی‌کنم بهش کن. وا نمی‌کنم. مگه دستم بهت نرسه؟ هیچ غلطی هم نمی‌تونی بکنی. من رفتم بخوابم، درم وا نمی‌کنم تا جونتون در بیاد. وا کن. وا نمی‌کنم. بکپ من نمی‌کپم. بهش کن من نمی‌شکنم. بهش کن من نمی‌شکنم. صبر کنین. الان من درست می‌کنم. آخه چه جوری؟ ببین اینطوری با سنجاق سر.
با سنجاق سر ها دی چی کنم؟ ببی؟ این در رو با کنم نا یالا اگر از دو نمشن زورتشم در رو با کنی زورو بگی خودی زور نزنی نا نا خدا مچرکی بیای سرم دک و پوزتو دارو بکنم نا خلال کردم چطوری در رو با کردی اومد این چطوری با کردی؟ اشناش اینجوری با کردی نا 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 باشی حالا نوبتی هم باشه نوبت ماست بشکن بشکنه بشکن من نمیشکنم بشکن 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 الان داری میشکنم آخ خدا مخم داره جی آخ بر اون جد آباتون لعنت خیر خب الان بلایی به سرتون بیارم که خودتون حد کنین بیچاره بدبخت اتاق رئیس کجا؟ دست راست در دوم. خیلی خوب خیلی خوب آه نه چرا نه؟ بیدر گوشت بگم دی راست میگی؟ بیدر گوشت بگم بگو بی راست میگی؟ خدا حافظ خدا حافظ بیخدا دون تسر چی؟ گفتی عروسی؟ آره عروسی چی؟ گفتی عروسی؟ آره عروسی تصویر تو میری گفتن که عروسی تو میری گفتن که عروسی در بشن یه از بهتر نمیشه فوراً صورت مجلس کنین که این دو طرفیق ناکت من به چه حقی دخترهای مردم گول زدن اولن تو خونه من بله نه این انصافه نه والا نه بلا ما محکومیم تو خونه بشینیم تا خواستگار بیاد سراغمون بعدم شب عروسی و هجله و ورود یه قول بیشا خودم به اسم داماد نه این انصافه نه والا نه بلا پدر ما میخواد ما رو اینطوری شوهر بده دو تا پسرامو داریم سیبیل از بناگوش در رفته اما پول دار نگاه کنین این عکسشونه یکی از یکی بدترکیبتر و زشتر ما محکومیم به امر پدرمون زن اونا بشیم ولی ما تصمیم گرفتیم خودمون شوهر دلخواهمون رو انتخاب کنیم الان دو ماه تمامه که دنبال شما بودیم بقیه یه ماجرا رو هم که خودتون میدونین حالا بگیم ببینم موافقی با کمال میل شماها برای ما همون دخترای شاه پریون هستین هم فال هستین هم تماشا هم پول دارین هم زیبا چیه؟ چی میتونه باشه؟ کیه؟ کیه در میزنه؟ به نام قانون داره بخونیم پاسبانه ایتودی بیده پاسبانه پاسبان واسه چی آورده؟ آره چی کار کنیم؟ شما برید یه جا قایم شما چرا قایم شما که خلافی نکردیم بفرمایی بفرمایی سرکو خودشون هم سرکو این آقا اینم آقا این دو دخترها هستن که خدمت ما عرض کردم به من کلک میزنین بله سرکار هم دور که خدمت ما عرض اجازه بدین آقا ببخشین آقایون شما با این خانم‌ها چه نسبتی دارین؟ وانا سرکار میدونی اجازه بدی سرکار من توضیح میدم ما با این آقایون نامزد هستیم و قراره به زودی ازدواج کنیم چی؟ قراره ازدواج کنیم؟ بله بله و بلا دروغ میگن سرکار این دوتا رفیق منن من تو خیابان نگه دارم میرن خدا سرکار میخوام سرکار خواهش میکنم مگه خلاف قانونی که ما بیاییم منزل نامزدم خیر خانم ولی ایشون شکایت کرده که شما رو فریب دادن و به اینجا آوردن نه خیر سرکار ایشون دروغ میگن سرکار این رفیق ما مغزش معیوبه دیوونه است دیوونه پدرت سرکار بسید آقا چلوان. پس شما شکایتی نداری؟ نه خیلی به هیچ وجه و شما آقا اگه دیگه از این کارا بکنید و بی جهت مزاحم مردم بشید به جرم اختلال نظم توقیف میشید وای سرکار شما چرا هم ساکت باشید آقا هرچی شما بگین سرکار شما باید با پسر عموهاتون زندگی کنین از بچگی ناف شما رو به اسم پسرموهاتون بریدن خونه بخت شما خونه پسرموهاتونه نه خونه دوتا مطرب آسمون جل خیال میکنین مردم پشت سر من چی میگن؟ میگن آقای موعظ با این همه اهن و طلبش دختراشو میخواد بده به دوتا مطرب تو کافه ها نه من نمیذارم به هیچ قیمتی نمیذارم شما باید با پسرموهاتون عروسی کنین اونا پول دارن با خدا هستن شما باید با چادر نماز برین به خونه اونا با کفن بیاین بیرون.
پدر اجازه بده آخه ما هم حرف بزنیم. آخه ما که برده و کنیز نیستیم. ما که در 100 سال گذشته زندگی نمی‌کنیم. گذشت اون زمان که دخترها به امر پدراشون با چادر می‌رفتن تو خونه یه مرد ندیده و نشناخته و تا آخر عمر به هر خفت و خاری زندگی می‌کردن. این حرفای مسخره رو بنداز دور. تقصیر شما نیست، تقصیر این دور زمان است که شما رو اینطور پر رو وقیح بار آورده. خلاصه یا باید با پسرموهاتون زندگی کنین یا اینکه فکر شوهر کردن رو برای ابد از کلتون بندازین. صبر کن پدر. حالا که اینطوره ما حرف آخرمونو میزنیم، یا باید مثل همه پدرها که فکر نو دارن بذارین ما با مرد دلخواهمون عروسی کنیم، یا اینکه چی؟ بقیهش رو خودتون حدس بزنین که چی کار میکنیم و تا 24 ساعت هم به شما مهلت میدیم، چون ما به سن قانونی رسیدیم و حق داریم درباره زندگی آیندمون تصمیم بگیریم. اینطوری فایده نداره، باید چاره ای کرد. اونا هاشن قربان نوازنده او دو تار. چشمم روشن. ببین دخترای من با کیا میخوان ازدواج کنن؟ قربان نگران نباشین. با نقشه‌ای که خدمتتون عرض کردم کاری میکنم که نسرین خانم و نوشین خانم از ازدواج با این دوتا مطرب آسمون چل به کلی منصرف بشن. تشریف بیارین. چی؟ مگه ممکنه؟ بله که ممکنه. میتونم اونا رو ببینم؟ آره چه بفرمایید نشونتون بدم. اونا هاشن هر سشون تو بار کار میکنن و هر سشون دختر خونده های من هستن. جون میدن برای نقشه‌ای که کشیدم. به وسیله این سه شیطون نقشمون 100% عملی میشه. اگه این کار درست کنی همه جور در مورد اجاره اینجا باید کنار میام. متشکرم. Thank you.
خوبیه. پس من الان چیکار کنم؟ به دختر خانومتون بفرمایین که عقیدتون رو تغییر دادین و با ازدواج دلخواه اونا موافق هستین. چی؟ موافقی؟ بله موافقم. چقدر خوب شد. من ظرف این 24 ساعت گذشته فکر کردم و واقعا دیدم شما راست میگین. ما در دوره هستیم که نمیشه مثل قدیم ازدواج تحمیلی باشه. تو چقدر خوبی پدر جون. پدر جون خیلی ازتون متشکریم. شما ما رو پیش دوستامون روسفید کردیم. قربونتون برم. ژینی بخورین. مبارکه. مبارکه. ژینی مل بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خشم. خب پدر زن جان رفقای من بسونن روز اکنون که قربان؟ بعد از ظهر روز پنجشنبه. ها پس شبش هم عروسی بعدش هم روبوسی که الهی خدا نصیب من بکنه اینجوری قربان. ببین جون یعنی چه؟ عجب شدی راستی قربان شما امشب هم موافقت کنیم بریم کافه دیگه از فردا شب نمیری و این کارو میبوسی میذاریم کنار. نمیفهمم چرا اصرار دارین امشب هم برین کافه. آخه میخواییم از مدیر کافه و سایر همکارانمون شب آخری خداحافظی کنیم چون شاعر میگه این دم آخر بیاد هستم بگی. بسیار خب امشب هم برین کافه هیچ معنی نداره. قربون شما برم پدر زنجان رو فقای من جون. امیدوارم هر ستاییتون خوشبخت بشین. قربون شما. مرحبت زیاد. خداحافظ. خداحافظ اسیان در خدا. خداحافظ. کای خود بهت سر میزنی. نادیا جون قربون شگه ماهت برم. ما دیگه این کارو بوسیدیم و گذاشتیم کنار. حالا با اجازه برای آخرین بار من میخوام تو رو ببوسم. خدا بوشت بناهت باشه خوشگله. حسن نگار میام میبینمه. بس دیگه با دلش کن. آخه دختره ناراحته من نمیدونی چه جوری داره واسه من اش میریزه. قربونت برم الهی. یه روز با آخرمون مونده بعد من عروسی میکنم. خودم به وصالت میرسونم. بیا بابا ساعت 2 از شب تاکسی بگیر. بابا من یه ماچ دخترها کجان؟ جلو در کافه تو ماشین. زود برو خبرشون کن. بگو کارشون رو طبق نقشه انجام بدن. چشم قربان. مرمت بیا. من که خونه نمیام. من هم بیا میشه. بلند شما با. حاضر باشه. بلند شد بریم دیگه. آخه فردا شما عروسی میکنین. میرین هجله. زندار میشین. من مادر مرده تنها میکس میمونم. خب حالا میگی چی کار بکنی؟ هیچی. امشب بریم کلوخ اندازمون دومی به خمره بزنیم. یه خاک به سرمون بریدین. خیلی خب بریم کلوخ اندازمون. بریم تاکسی. تاکسی. شخصی حال جون. بیرحم وای نیساد. روز روشن تاکسی گیری نمیاد. شب تار میخوای گیری بیان با... بره دنبالشون. عجله کنی. تاکسی. تاکسی. از دوری بشه بابا سفا یه بالا خوش دول به کجا خیلی بریم نبیه دیگه سه به سه قابل قسمت چونه من نمیذاری به تو برد جونه من بریم سفا زن خوبه که بریم من بیا دیگه تو همه یاد نکنم بیا بالا برگیرم بیا میرسونم اتون آره جونه من بیا آفا مزاهم نمیخوام بشین بیا این دیگه برو بالا مزاهمی ما بریم بابا آی موس مشه بدین نقشمون 100% عملی میشه اونا با سه تا دخترها رفتن شما دیگه خیالتون راحت باشه فردا سر ساعت 4 بسات عقدو به پا کنید بله سر ساعت 4 به سلامتی دو شاخ شمشاد کف بلند مبارک حبیب بزنید مبارک باشه مبارک 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 به به بفرمایید کامتون شیرین کنید کام خودم هم شیرین کنم معطل چی هستین؟ چرا خطبه عقل نمیخونین؟ باید پدر محترم عروس خانوم ها اجازه بفرمایید. قربان اجازه میفرمایید خطبه عقل خونده بشه؟ هم نداره. یه قدر صبر کنین. یه قدر صبر کنین. قربان شاعر میفرماید در کار خیر حاجت هیچ استفاده نیست. ببخشید استخاره نیست. بله. بفرمایید زودتر خطبه عقل رو بخونن.
عروس خانوما دلشون داره قیلی بیلی میره. چش یه قدری تحمل بفرمایین، تحمل بفرمایین. دو سه تا از رفقای من هنوز نیومد. هی میگه تیمون بفرمایین، تیمون بفرمایین. تیمون باطل است اونجا که آب است. تیمون نه بابا، تحمل. چه میدونم بابا، فرقی نمیکنه که. پس چرا نیومدن؟ قرار بود درست سر ساعت 4 بیان. تا چند دفعه دیگه میرسن. شما دستور بدید خطبه عقد بخونم. بسیار خوب، بسیار خوب. شروع کنید. حالا دیگه ساعت مناسبه، خواهش می‌کنم خطبه عقد شروع کنید. شروع کنید. هم بسامین، خطبه رو بخونید. اجازه می‌فرمایید؟ بفرمایید، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشیزه محترمه مکرمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم، فرزند آقای معز الدیوان، به دایی وکالت می‌دهید که شما را به عقد نکاح آقایان امیر بیدار دل فرزند ابراهیم. آقای مهست، آقای مهست، دست نگه داری. آقای مهست، پاسبان اومده، از کلانتری پاسبان اومده. پاسبان؟ پاسبان برای چی؟ اومدن داماده رو توقیف کنن ببرن کلانتری. یعنی چه؟ نمیفهمم. کلانتری برای چی؟ برای که بریم ببینیم چه خبره، چه حکایتی. اونا دوست ناموسن، برو کنار آقا، سر تو بفرمایی. چیه؟ چه خبر شده؟ چه خبر میخواستیم باشه؟ افتضاح، رسوایی، بدنامی، بدجنسی و حق بازی. بفرمایید سرکار، بفرمایید. توضیح بدید. بفرمایید تو نشون شده. خودی چیه؟ آخر ما میخواییم بردیم. ما کار زندگی داریم. یک پدری از این سه نفر دارم. یک پدری دارم میکشمشون. کوشن این ناجس های حق باز کجان؟ دختر عزیزم خودت یه نگاهی بکن و بگو کیا هستن. پدر جون این سه نفرن. ما؟ بله بله، این سه نفر حق باز بلا سرمون آوردن. سرکار، همین سه نفر هستن. متهمین این جنایت همین سه جوون حق باز خیانتکار هستن. آقایون بفرمایید بریم کلانتری. کلانتری؟ کلانتری برای چی؟ برای اینکه شما حق باز شارلاتان هستین، برای اینکه شما از شرف و انسانیت بویی نبردین، برای اینکه دخترای معصوم منو اقفال کردین. سرکار موضوع چه؟ خواهش میکنم بیشتر توضیح بدین. از طرف این خانم‌ها و پدرشون به کلانتری شکایتی شده که شب گذشته این سه نفر با تهیه و تدارک قبلی این سه دختر خانم رو اقفال کردن و به عنوان جردش فریبشون دادن. چی؟ و اونا رو به یک خانه بدنام کشوندن و در اونجا قربان کاری چی؟ چی؟ توف به شما بی آبرو های بی وجدان. شما با این سوابق ننگینتون میخواستین داماد من بشین؟ آقایین میبینین؟ دخترای من میبینین؟ میبینین چه کسایی میخواستن شوهرهای شما بشن؟ خدا رو شکر که به موقع رسوا شدن، ولی معلوم نبود سرنوشت دخترای من چی میشد. قربان اینا دارن بسته دیگه. خفشین سود باشه ببرنشون کلانتری. را بیفتید. آیه بکنید. آیه بکنید. چه سود آسارو مردم نشدن. سود آسارو نگری از دست دارم. یه ببینید را بیو یک پدری ازت دارم که مرغای آسمون به حال گرگه کنن. موت کفن کردم، دروغ میگم. موت پدرتو کفن کردم، پدر سوک دالم موی من رو کفن میکنی. بری را بیو استندر زهرمار جونو پدرت گناهی نداری. چرا میزنی؟ تو دادسرا یک پدری ازت دارم، یک پدری ازت دارم که مادرت به عذاب بشه. پدر سوخته دخترهای منو گول میزنی. را بیو پیرم سب کن، سب کن اسی بگیردش. آقای بازپرس، خدا شاهده که ما بیگناهیم. تو این هفته ما هیچ تقصیری نداریم. اینا همش تهمت، افترا، توطئه است. آقای بازپرس، اینا توطئه کردن که ما رو بدنام کنن. والله ما بی تقصیریم. اینا میخوان زندگی ما رو به لجن بکشن. بله بله، نقشه کشیدن دامن عفت ما رو لکه‌دار کنن. اینا شیطون رو درس میدن. اینا صد تا میگن. چی میگی آقا؟ معذب باش. چرا مزخرف میگی؟ بفرمایید. همه ها میپرسن، باید حقیقت رو بگین و صریح جواب بدین تا قضیه روشن بشه. آیا شما شب گذشته در ساعت 12 از کافه ستاره طلایی بیرون اومدین یا خیر؟ آیا با این خانم ها برخورد کردین یا خیر؟ بله. آیا سوار اتومبیل اونا شدین یا نه؟ بله. آیا شما این خانم ها رو میشناسین یا نه؟ بله. آیا شب گذشته تا صبح با اونا بودین یا نه؟ بله. پس دیگه چی میگین؟ تمام دلایل و شواهد این پرونده گواهی میده که شکایت خانم ها از شما سه نفر درست و بر پایه صحیح استواره. سرکار استوار بوده. خفه آقای بازپرس، اینا دروغ میگن، حقیقت غیر از اینه که به شما گفتن. از حقیقت قضیه چیه؟ آقای بازپرس، پیروی شکایتمون اجازه بدین حقیقت قضیه رو جلوی چشمشون بگم. خواهش میکنم بفرمایید. اون شب من و این خواهرام از کافه اومده بودیم بیرون.
سوار ماشینمون بودیم، می‌خواستیم بریم منزل. یه دفعه برخورد کردیم به این سه تا پسر که دویدن جلوی ماشین ما رو گرفتن. شروع کردن التماس و درخواست کردن. چند بار بوق زدیم که رد بشن ولی رد نشدن. گفتن آخر شب تاکسی گیر نمیاد. شما که ما رو میشناسین، اقلا ما رو تا خونمون برسونید. ببینم واقعا شما این سه نفر رو میشناختین؟ بله آقای باسپور، اونا نوازنده کافه پدرمونن. ولی ما که میدونستیم اونا آدمای بدجنسی هستن، سوارشون نکردیم. ولی اونا به زور در ماشین رو باز کردن، پریدن بالا. خب دیگه ما ناچار شدیم اونا رو ببریم منزلشون. آقای باسپورس، این خانم دروغ میگه. آقای باسپورس داره ننه بارونه میزنه. قضیه درست برعکس، اجازه بدیم ما حقیقت قضیه رو بگیم. خیلی خوب بفرمایید. اجازه بدیم من بگم آقای باسپورس. اجازه بدیم من بگم. خیلی خوب شما بفرمایید. اون شب ما از کافه اومدیم بیرون، میخواستیم بریم کلوخ اندازون. یک دفعه اتومبیل اینا کشی جلو پای من ترمز کرد. ما یه دفعه جا خریدیم. بنده که از ترس داشتم قالب توی میکردم جون شما والا. دخترها هر سه شروع کردن به ما چشمک زدن. دخترها احسا کردن بیاییم بالا، گفتیم نمیایم. جون شما نمیایم. اونا احسا کردن، ما انکار کردیم. اونا احسا کردن، ما انکار کردیم. خودی ما نمیایم. ما آدمی نجیب و سربلایی هستیم. ولی اونا بلکن نبودن. بالاخره گفتن خوب نیست ستا جوون در این میشه به حابی در این مثل بهار که گول گول بلا عاشقنده مد هوشن تنها به خونه برن. گفتن بیاین با هم بریم گردش کنیم، عیش کنیم، در آغوش هم، در آغوش ما لعبت های سیمین بدن دنیا رو فراموش کنیم. از شما چه پنونه های باید با الان حقیقت میگم. اینا که گفتن دل ما به خیلی بیری افتاد. نه آقای باسپورس، شما جای ما بودین سوار نمی‌شدین. سه دختر خوشگل مامانی مثل اون تمام اینایی که گفت دروغه، دروغ محض. اونا تو ماشین ما به زور سوار شدن. جلوی چشمم دارین دروغ میگین. بالاخره یا شما به زور سوار شدین یا شما، فرقی نمی‌کنه. بله فهمم. بعد چی شد؟ اتومبیل حرکت کرد. این آقا اول به من یه جوری نگاه کرد، از اون نگاه های عاشقانه. بعد یه دفعه دست انداخت دور گردن من و میخواست منو ببوسه. این آقا هم همینطور، اول نگاه عاشقانه به من کرد، بعد میخواست منو ببوسه ولی من اجازه ندادم. این آقا هم همینطور، اول نگاه عاشقانه، بعد صورت منو گرفت، میخواست لبمون ببوسه، منم نذاشت. دروغ میگه. این خانم اول نگاه عاشقانه به من کرد، میخواست منو ببوسه. گفتم برو بابا حوصله داری. بله این خانم هم مرتب به من چراغ میزد، محل نذاشتم. برفاکون زد، محل نذاشتم. بالاخره دستم ده دور گردنم، خواست منو ببوسه. از شما چه بنو، منم بوسه میکنم جون. این خانم هم میخواست منو ببوسه، دستش با لوندی انداخت دور گردن من، ولی من گفتم خانم خواهش میکنم مؤدب باشی. گفتم ساکت. بعد این آقا یواش دستش آور رو پای من، منم زدم رو دستش، گفتم فضولی موقوف. این آقا مثل دوستاش دستشو گذاشت رو پای من، منم محکم زدم رو دستش. این آقا هم همینطور، تا دستش آور رو پام زدم رو دستش. دروغ ساکت باشید. بعد که دیدن حریف ما نمیشن، ماشین نگه داشتن و شروع کردن ما رو بوسیدن. حالا نموده گهی ببوس. من دیگه آی واسوس داشتم کلافه میشدم، صورتم آشلا شد. دروغه، 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 دروغه. خب خانم بعد چی شد؟ بعد به ما گفتن بیایم بریم تو محفل هیپیا، بریم یه شب و با هم خوش باشیم. اونجا یه بابای آدم دروغگو. تو نگفتی ما دعوت داریم محفل هیپیا، شما هم بیاین. هم دروغه، تو خودت گفتی بریم محفل هیپیا. ما محفل هیپیا را کجا بلد بودیم؟ ما هم بلد نبودیم، شما ما رو دعوت کردیم. ما از کجا اونجا رو بلد بودیم؟ شما هم ما رو دعوت کردیم. حالا یا شما دعوت کردی به محفل هیپیا یا شما، فرقی نمی کنه. بله. اونجا رفتین یا نه؟ بله، اما کاشی قلم پامو میشکست هرگز نمیرفتیم. آی باز با. خب در محفل هیپیا چه اتفاقی افتاد؟ شما بگید خانم. ما بگیم آقا. اول یه خود رقصیدیم، بعد مشروب به خورده ما دادن. نمیدونم تو مشروب چی ریخته بودن که یه دفعه خوابمون گرفت و دیگه هیچی نفهمیدیم. خب شما بگید بعد چی شد؟ ما بگیم آقا. بعدش دست ما رو گرفتن در عالم مستی بی خبری آقا، بردن پله ها بالا و رفتیم توی اتاق. دیگه نفهمیدم هیها، فقط اینو میدونم صبح که از خواب بیدار شدیم دیدیم که دیگه آب از سرمون گذشته، خانم ما رو اقبال کرده بودن. اما حالا که خودمونیم آقای باسپورس، عجب شبیم بود، عجب شبیم بود. صحیح. بله که اینطور. این بوده. از شما سه نفر اقرار میکنید، اونم اقرار صریح که یک شب و تا صبح با خانم ها بودین و چنین حادثه ای اتفاق افتاده. بله؟ بله آقای باسپورس، بله. چی داریم که بله؟ آقای باسپورسی، خانم ها به شما دروغ گفتن. اینا پدرشون آدمای شارلاتان و کلاهبرداری هستن، واسه ما پرونده سازی کردن. عافیه آقا،
دلایل و شواهدی که در پرونده موجوده به خصوص اقرار صریح شما ثابت میکنه که شما سه نفر با تهیه و تدارک قبلی این سه شاکی خصوصی را اخفا نموده اید و شبی را با آنها گذرانده و غیره و غیره و غیره. لذا اتهام شما از نظر قانون محرز و شما مجرم شناخته میشوید و پروندهتون به دادگاه احاله میشود. البته یک راه حل دیگم در قانون پیشبینی شده که شما را از مجازات معاف میکنه. چیه؟ و اون اینه که شما سه نفر حاضر بشید با این خانم ها ازدواج رسمی و قانونی بکنید. اوه چه خوب، من از خدا میخوام. بله چی داری میگی بابا؟ در هر حال بستگی به تصمیم خودتون داره، یا باید روانه زندان بشید یا با خانم ها ازدواج کنید. پس یا زندان یا هجله، بر سر دو راهی. زندان، هجله، کدوم انتخاب میکنین دوستان؟ ها من که 100% هجله رو انتخاب میکنم جناب آقای بازپرس. ولی آقای بازپرس ما دو نفر نام متاسفم، این حکم قانونه. آخه من میگم که چیکار کنم؟ من نمیدونم. من که گفتم من 100% هجله ایم. بله میگم بعد جوری محکوم شدنه. چی؟ تو بگو. آی بازپرس ما مجبوریم قبول کنیم. بله. اول بفرمایید صورت جلسه رو امضا کنیم. پس پیش به سوی هجله. من عجله دارم چون خیلی داماد سرخونه دوست دارم. بفرمایید اینم امضای من. خوشا اینم مهرم. قربان، حاضر شدن با سه تا دخترها ازدواج کنن و به زندان نرن. پس امروز تو خونتون عقد قانونه. بله، عقد و عروسی با هم. خیلی ممنون قربان، در خدمت گذاری همه جور حاضرم قربان. پس دامادا کجان پسر؟ الان بیا حیال گرمش کنی، گرمترش کنی. همومی لونگو قد فتون آقایون چه؟ لونگو قد فتون رو جا گذاشتم بیان بگیرم. برو خدا اگه این ساعت مال شما نی؟ قرون اون ریشه دارم. قربان شما لونگو قد فتون ممنون. پس این دامادا کجا هستن؟ من ده عجله دارم حضرت آقا، چند جای دیگر هم باید برم خطبه عقد خوانم. بله همینطور آقا، بله همینطور. یه دقیقه تحمل بفرمایید، الان دیگه پیداشو میشه. پسر برو ببین چه دیر کردن. شما چرا ساکت نشستین؟ یالا گرمش کنی یه چیزی بزنی. عجیبه بابا، بیاییم بریم سر عقد، دیر میشه. ببینم آی فلانی، شما میخواییم تلفن بزنیم؟ بله خیلی هم عجله دارم. ما هم عجله داریم، میخواییم بریم سر عقد. آخه از حموم دومادی برگشیم، ما ست دومادیم با ست عروس. بله. مثل دسته گل خرزهرهی وحشی. بله. من میدونستم کارا به هم میخوره. اما غر کردن، باید بریم پیش اونا بهشون ثابت کنیم که ما بیگناهیم. بابا اول بریم سر عقد، منتظرمون انسیه. خواهش میکنم با آبرو و حیثیت من بازی نکنید. اون فیلم ها و عکس ها رو به من پس بدید. اگه این فیلم ها به دست کسی بیفت، زندگیم از هم پاشیده میشه، بدبخت میشم، بیچاره میشم. من میخوام فیلم ها رو اول به زنت نشون بدم. نه خواهش میکنم، التماس میکنم، من حاضرم تمام اون مبلغی که گفتیم بهتون بدم فیلم ها رو بگیرم. خواهش میکنم. دیدی بالاخره حاضر شدی؟ گوش کن چی میگم. پولا رو میذاری توی یک کیف، سر ساعت میای همونجا که گفتم. یکی از افراد من اونجا وایساده، لباس مشکی تنشه، گل سفید به سینه‌شه، سیگاری هم گوشه لبشه. اون به شما میگه فندک دارین، شما میگی نه کبریت دارم. فوراً سیگارشو آتیش میزنی، اون وقت پولو میدی، فیلم ها رو میگیری. فهمیدی؟ بسیار خوب. چشم مطمئن باشید. تسلیت شد؟ بله. برو فیلمو ببر، ولی کاملا مواظب باش بهت کلک نزنه. شما هم از دور مواظبش باشین. بریم بچه‌ها. بله.
ای آقا جان الان دو ساعت که من منتظرم اینکه نمیشه آقا الان پس این دامادا کجا هستن چون مشهور اون دامادات ما چرا من هزار تا کار دارم جان من هزار تا کار دارم اینم یکی از کارا چی چی بفرمایید بشین میگه همه الان میان من کار دارم جان من میان جان شما کی میش میکنم آقا جان چرا انت ساکتی یه چیزی بزنید گرمش کنید والله به خدا ما بی گناهیم اون سه دختر اون شب به ما کلک زدن شما دروغ میگین شما حقه بازی اگه ما رو دوست داشتین اون شب با اون سه دختر آکله نمیرفت آخه ما چطوری به شما ثابت کنیم که اونا ما رو با نقشه قبلی گول زدن گوشی نسرین کجا اومدین پاپا در هر حال ما مجبوریم الان بریم سر سفره عقل ولی سعی میکنیم عقل رو به هم بزنیم برگردیم نه دیگه نمیخوام برگردیم بچه‌ها نمیاد اومدین پاپا یالو برین الان پاپا میاد فعلا برین بعد با هم تماس میگیرید زود باش برو نوشی من دلم گواهی میده که اینا بیگناهن اون دخترها بهشون کلک زدن ممکنه ببریم بریم تنها راهش اینه که بریم با اون ستا آکله عروسی کنیم بعد اینقدر عذابشون بدیم که دو روز بعد بابا دیوونه حالا ما دیوونه شما عاقل بسم الله الرحمن الرحیم این همون یارو هست که میخواد تلفن کنه آقا بس که از هوش رفته نکنه مست باشه الان خودم دکتر بازی در میارم خبرشو بهتون میدم بزن قلب کو وا خدا بلارتونو بیامرزه جواز دفنش هم صادر شده انگار 100 سال مرده بیاین بریم سر عقد با منتظرمونم نه باید برسونیمش بیمارستان گناه داره وای که حدت شما مردم ممکنه کسی اونو کشته باشه وقت میان یقه ما رو میگیرن میبرن تو اوتونیا راست میگه نادر خودمون تو در سر مینیسیم پشت بزن اصلا تو بذاریمش باشه بارش تمومه بریم آخ خسته شدم راه تن ریگه ریگه انگار تمام ریگای بیابون آقا با ما وامینه دونه تا ببین چی یادم سب کنین من کبریت دارم شما فندک دارین خیر قربان من کبریت دارم بی خطرم اگه بی خطره شما خودتونی اختیار دارین پس میخواستی من کی باشم خودم هم دیگه بفرمید این فیل دست شما درد نکنه متشکرم ممنونم فیل فیل فیلیه؟ فیلم خودتون زود پول رد کنید پول؟ ساکه پول بده من پول چیه؟ پول فیلم ها کدومو فیلم ها؟ بدینش به من ساکه منو چی کار داری؟ بشا بیای فیلم ها بده من عوضی اصلا تا اون نیستی فیلم ها بده من فیلم چیه؟ فیلم ها بده من عوضی گرفتم عوضی گرفتم سلامتی سه شاه دوماد سه شاخ شمشاد کف بلند و رتب بزنید حرف بزنید دومادای عزیزم خوش Thank you.
تو لباسم خیلی خوب زود برید لباسای جمادی رو تو اون اتاق بپوشین زود باشین عجله کنین یالا بچوبید دیر شده که برو با نصرده که اسکندر خان بله دامادای شما اینا هستن بله. آقا اینا نوازه شیاطین هفته قبل اینا سر عقد بودن که به هم خورد مگر خاطر مبارک تو نیست اونا رو بردن کلانتری من اونا رو عقد نمی کنم جان من بریم آقا بریم نه آقا جو خواه مسخ کردم صدا می کنم بریم دیگه اون دفعه بریم چه این دفعه دیگه حالا همه زار دفعه گفتی صدا می کنم دفعه دیگه اون دفعه نیست می کنم این دفعه دیگه اون دفعه این دفعه اون دفعه نیست قول میدم بچه این شونه من کو تو ساک همون حتما چه؟ چه؟ اینا چیه؟ چه؟ چه؟ به به جونم جون پوله ای خدا که این انبور تو جیب ما گذاشته ای خدا جونم ساعت کن ببینم این کیف مال ما نیست کیف ما عوض شده خب چه بهتر خدا از آسمون رسونده چی مزخرفی که خدا از آسمون رسونده چیه باید به حسابش پس بدیم بابا خدا از آسمون رسونده چرا باید این پس بدیم من پس نمیدم نگاه کنی بچه ها نگاه کنی یه نوشته توش پیدا کردم برو خدا حسین شها بزمیدم ای کسی که مرا در حال مرگ پیدا میکنی بیماری من نوعی سکته ناقص است من نمردم من بارها اینطور شدم و اگر مرا زود به دکتر نرسانید ممکن است اشتباهاً مرا دفن کنند وای چه وحشتناک بقیهش بخونم به خاطر خدا مرا هر چه زودتر به منزلم یا به مطب دکتر نسیمیان برسانید آدرس و تلفن ای داد فهمیدم پس کیف مال اون یارو مرده است که کنار درخت افتاده بود معلوم میشه سکته ناقص کرده آره زودتر برسونیمش به بیمارستان راست میگم که باز گرفتین جریان عقل چه انسان در خطره اونجا مرده همین جا افتاده بود. خب بعدش چطور شد؟ هیچی دیگه بعدش بردنش درمونگاه. کدوم درمونگاه بردنش؟ درمونگاه صفا تو همه خیابون بغلی. اون بغلی درمونگاه رسول ممکنه بیچاره زنده به گورش کنه. صبر کنید صبر کنید. ها صبر کنید بچه ها صبر کنید. یه چیز خیلی مهم ساک پولش کو. راست میگه ساک پول دیدا تو اتاق جامونده. چرا ساک پول جا گوشی شاید اون پول دوا درمونش باشه. ای خدا میگم چی کارت کنه پسر. بابا اینجا کاری نداره الان میره خونه بندن میاد. بودین آقا آقایون بفرمایید بفرمایید بریم بالا یالا سوتا جاری افته برو که زود باش هر دی طرف تو این اتاق تو این در آقا جم شما از همینجا خود به ازش برو کن برو تو اتاق خداوند متعال تو اتاق خود رو میرن زود باش بفرمایید فرار نه مزاوجت را برای بلای تمالو زدید هر دارم که هر سفرار کردن که بفرشن خدا خرفت دخونه که منو خرفه کردی کجا در میری؟ به هست آقا تو بیا اینجا بیا 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 وای خدا که من دیوونه شدم بله بله یا آقای تو خیابون سکته کرده بود آوردنش اینجا من خب الان کجاست خورده بود با آمبولانس فرستادیمش پزشکی قانونی با همین آمبولانسی که جلو دره بله بله
ای داد آقای دکتر اون نمرده بود. شما از کجا میدونین؟ من دکتریم. نه خیر آقای دکتر، ما دکتر نیستیم ولی از شما بهتر میدونیم. اون نمرده، اون سکته ناقص کرده، اون همیشه سکته میدونیم. آقای دکتر جون شما سکته کرده. فایده نداره بچه ها، باید خودمونو برسیم با آمبولانس تا نرفته پزشک قانونی. یاله را بیاتیم. راستم میگه. نمرده بودم، خدا رو شد که زنده شدم. عجب روزگاریه، ست نشه افتاده تو ماشین، کسی هم نیست اونا رو ببره گورسون. چطوره خودم ببرمشون گورسون؟ بله سوابم داره. آه آه بچه ها بلان شما سرم داره گیج میگیره. مرده گو یه بیا یادر رو بچه نیم. مرده گو بسازه به شیشه، بسازه به شیشه. آیه رامنده آیه وای مرده زنده شد. مرده زنده شد. بله من دکترشون هستم، دکتر نسیمیان. بله بله خطر رفع شده. چی؟ کیف پولاشونو پیدا کردین؟ بله کیفشونو ما پیدا کردیم، میخوایم بهشون بدیم. چیره بدیم؟ خطشو پس گوشی؟ با خودشون صحبت کنیم. الو؟ بله بله خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. هیچ باورم نمیشه. لطفا بیارید منزل چون میخوام از نزدیک با هم آشنا بشی. پس آدرسو بریم میه منزلتون. چیره بریم؟ رو کارت یارم نبود. بله برو بریم زد راشیه لبینه بی ارزه ها. پولا از دستم رفت جهنم، اما فیلمو چرا از دست داری؟ قربان ما مقصر نبود. خفه شو، اگه این فیلم به دست مامورین انتظامی بیفته ما دیگه نابود میشیم. پس چرا وایسادین؟ مگه تو نمیگی اونا رو میشناسی؟ مگه تو نمیگی اونا موزیسین کافه هستن؟ بله قربون درسته. پس چرا معطلین؟ برین دنبالشون، تمام شهر زیر رو کنین، گیرشون بیارین و فیلمو پس بگیرین. فهمیدین؟ بله قربون. یلا برین. اطاعت قربون. با اجازهتون ما دیگه مرخص میشیم، ولی خوب بود که شما پولا رو میشمردین. اختیار دارید، اجازه بدید بنوان پاداش. نه 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 حرفشم نزنین که دلخور میشین. چی چیره دلخور میشین بابا؟ تو جیمون کاردونک بسه پزالی و جیب خالی بار کلا. خفه قربان میبخشین، این رفیق ما یه خورده شوخه. بله پس اجازه فرمودید که مرخص بشیم. برحال امیدوارم روزی بتونم زحمات شما رو تلافی کنم. ولی چرا به این زودی میخواین تشریف ببرید؟ والا عرض کردیم که ما امروز عروسیمونه. بله میخواین بریم تو 18. بله بله فرمون دیشالله مبارکه به سلامتی. خدا مرمزی بابا سب کنین، تازه رفته واسه من شیرموز بیاره. میبینید چقدر شوخه. قربون شما خودتون بخورید پس. قربون شما یواش آخه ببش خیدا شما تشنه ایرین شیرموز خودتون بخورین. بله قربون شما برو قربان. این چیه؟ این آپارات سینما. سینمای خانوادگیه؟ ممکنه روشن کنیم ما یه فیلم سسکی ببینیم مجانی هم؟ نمیشه اینجا نمیشه، باید بردش سالون نمایش. خب رو برو. کاری نداره خودم. تاکسی تاکسی باره بابا تاکسی بارم گیر نمیاد، چه برسه به تاکسی. اومد کجا تشریف میبریم؟ بفرمایید بالا برای سینماتون. آقا شما مسافر قاچاقی سوار میکنین؟ نه تقریبا. چم میگیرین؟ هر چی دادین خدا برکت بده. خوب باشین بچه ها، سوارشین. بفرمایید سوارشین. با انصاف همت عالی هست قربونت. خیلی ممنون. آره
آیه راننده ما عروسی داریم یا تندتر برونیم؟ رو چشم بچه تندش کنی. اخ دنده نگانه بازانه چه کندفم ناچست و خیخه نبونیتم فیلم رد کن گرد ناچست و شارک تو نزد نفع میدم شما چی میگی؟ ما خودم فیلمی خودتا به کچن شب نزن بگو فیلم کجاست بله هل قومه توی برم بگو فیلمو چی کارش کردی؟ بابا ولش کنی فیلم چیه؟ موضوع چیه؟ تو خفه یاله بگو فیلم کجا بردی؟ اول شما بگی اون فیلم مربوط به چی هست؟ تو مربوط نیست بگو اون فیلمی که از من گرفتی چی کارش کردی؟ ای خدا منصور بابا بهشون بگو که فیلمشونو چی کار کردی؟ اصلا موضوع فیلم چیه؟ بابا ولش کردم رو هوا رفت تو خونجی عقدی که کچه؟ آره دروغ میگه بچه ها ببریمشون تو زیر زمین اینقدر چه کندش اومدیم که اقرار کنم نه یه دوتان تر برو دوتان نه سرکار سرکار یه قطعش بیارین سرکار حالا چون افرین چاقوتون رو درارین چش بیارین بله آقا چه فرمشی داریم سرکار ببخشین این نزدیکی ها تلفن عمومی کجاست اول همه خیابون دست راست میشه ماشین رو همینجا بغل این چهارا پارک کنیم نه اینجا ها نمیشه توقف ممنوع اون طرف چهارا خیلی ممنون بله تلفن بزنیم آقای اونجا ما تلفن بزنیم شما اون طرف چهارا پارک کنیم آمدیم آره بای چراغ صاف شد حرکت کنید پرگام بله 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 آقا چون خود بسته شما هم نذاریم بسته دیگه بسته آبرون رفت برو سر صفره اقمش پدر زن عزیزم قرمون تا میرم جان برو بینم تو هم نمیخواد قیر بدی برو بکره فیلم کجاست؟ اونجا تو لاله سر صفر عقبه خیلی خوب برو برش دو چشم برش دو شما هسته، شما یخت برقصی گرمش کنید یه دردی شیر بفرمید این دشما بخرید نه؟ یه خوری برد شما برو جلو برو برو دیگه خوشی که پرده زیان داشته نوبت شماست برکت میگم، حالا چجوری فرار کنیم؟ اونه اونجا مواظبن که نمیدونم، ولی یه جوری باید سرشون رو بیخ دیوار بکنیم فهمیدی؟ ترتیب کار خودم بذارم از این دفعه فرار میکنیم یالا الفرار چرا بفایی؟ مورو به درک رفتی
وای خدا دیوانه شده. بس دیگه سرم رفت نمیخواد بزنی پولتونم که گرفتیم بریم پیکارتون. اتفاقا فیلمی که آوردید به این دست خواهد. خب همه چیز حاضره، کافیه این کلیدو بزنید و فیلمو تماشا کنید. من با ایزتون میرم تو اون اتاق. حضرت آقا من میخواستم حضرت آقا ممکنه شما با خانم تشریف داشته باشید که نه فیلم مربوط به خود شماست. خود چکرم من میرم. حضرت سلام میدونی بله چرا خاموش میدم اینم چرا حتما فیلمش خیلی قشنگه ها. شروع میکنم ساکت بوا این چه زبیه زبیه دیگه سب کن بانه تموش نقاب سیاه چیه؟ این رقصی بسید این؟ اون از این رفتی برن نوانی لباس به در رو من خودم نجم برم این بود ببینم چلا که بکش کنا از بهم خجاله نیمیه بس کی رو بسه؟ بس به اون بچه سو بابا حرف بزن هم نگاه کن بیچاره مادرتون مرده شما ها چرا خنگ شده این ای خدا ما خجالت میشم بگه نمیرم آپارات رو کن آپارات رو کن دوبله شما ببین دو تا ای خدا من دا یاده به خط خون بگی بابا ببری حرف بزنم ایدام من یه نمیرم قسمت بعد شما برم تعریف کنی این همون یارو سکه یست بچه ها. نه بابا اون نیست. چرا چرا خودشه بس بگو چرا هی سکه ناقص میکنه. آره نگاه کن ده بهش کار میکنه دستگاره میگرده بینم دستگاره میگرده چرا بچه ها از این فیلم همه چی معلوم شد. چطور این فیلم از این یارو سکه یه گرفتن حالا میخوان به قیمت کلونی بهش بفروشن. تو زود برو سکه یه رو سرش کن ببینم بقیه اش چی میشه. تازه اول سکسیشه روشن کن عجب یارو کی روشنش کن آپارا روشن کن این مریمه که بچه هم آره راست بکنی مریمه تو فرود بیاد دختری عجب دختره بی حیایی راست بسید مریم مریم اون که نمیفهمه ده نمیفهمه ده ببین مثل مایازات تو مایتابه داری میقلده آنی کلا بح بح یارو چشمم روشم ده ببین چه فیگوری میام ده نگرم نگرم ها اما نگرم من غیرتی هم نمیتونم ببینم سب کن ببینم میگم نگرم من خیلی غیرتی خیلی خوب نمیگم نگرم دیگه شهام شهام آقا تشریف بیارید آقا شاب تشریف بیارید بیا ببین چه افتضاحی در آوردین ای والله یه افتضاحی در آوردین که اون زنش نابیده است دستگاه چه سالمه چی شده بشین نگاه کن این با نامزد من چیکار کردین روندار خاموش کن تماشا کن کافیه دیگه چراغ رو روشن کنید آقایون شما این فیلم از کجا آوردید ازتون خواهش میکنم اونو به من بدید هر چقدر پول بخواییم بهتون میدم تمنو میکنم با آبرو و حیثیت من بازی نکنید من گول خوردم فریب خوردم من آدم آبرومندی هستم هر کس ممکنه یک بار تو زندگیش گول بخوره منم گول خوردم من زن و بچه دارم حاضرم هر مبلغ بخواییم این فیلم از شما بخرم اجازه بدین آقا خیال نکنیم ما اومدیم اینجا که شما رو سرکیسه کنیم ما اگه کله بردار بودیم پول شما رو بهتون پس نمیدادیم حالا شما فیلمو در اختیار شما میذاریم فقط یه چیزی هست چه چیزی هست این دختره تو این فیلم با دو تا خواهرش همچی کلکی هم دست ما دادن و کار ما رو به بازپرسی کشیدن میخواستن ما رو ببرن زندون حالا با نشون دادن این فیلم ما میتونیم به بازپرس ثابت کنیم که بیگناهیم و این دختره از چه قماشی هست نه آقایون خواهش میکنم به خاطر آبروی من این فیلمو به کسی نشون ندید اگه شما دنبال مدرک میگردیم من شما رو به محفل این دختره راه نمایی میکنم این دختره کارشون همین چیز هست اونجا مدرک زنده از هرسشون به دست میارید به شرفم قسم میخورم اگه دروغ بگم آخه چطوری بریم به محفل اونا ها؟ من ترتیبشو براتون میدم پولم در اختیارتون میذارم فقط باید خودتون رو گیریم کنید که شما رو نشناسن گیلیم؟
گریم چیه؟ گریم نه گریم، یعنی قیافمونو تغییر بدیم. خب بچه ها موافقی؟ آره موافقی. من موافقم، بله گریم کنیم. باز میگه گریم، گریم. چه بامزه، من هیچ نشنم. منم همینطور، به کلی قیافه شون عوض شده. قیافه من چطوره، بامزه شدم؟ درست مثل بزبز قنده شدی. خب بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ شما ها چی کار میخواییم بکنی؟ گفتم که دیگه نمیشه، فردا سر ساعت 10 ما رو عقد میکنن. پدرم همه بساط عقد عروسی رو آماده کردی. هر طور شده نذارین عقدتون کنن. ما امشب مدرک زنده گیر میاریم، فردا تو بازپرسی تبرئه میشیم. آخه چجوری؟ شما ها تعهد دادیم با اون سه تا آکله عروسی کنی. بابا ما امشب میریم تو محفل سه تا دخترها، مچشون رو میگیریم. شما فقط منتظر باشین، سر ساعت 10 به شما تلفن میکنیم، آدرس میدیم، شماها بریم پلیس و بازپرس بیارین اونجا. فهمیدی یا نه؟ آخه چجوری این که آخه نداره، همین که میگم بکنی، سر ساعت 10 شب منتظر تلفن ما باشین. خیلی خوب، برین الان بابا پیداش میشه. آره. سر ساعت 10 منتظر تلفن شما هست. برین دیگه، به آدم مطمئنیه؟ 100% مطمئنه، از آشنای خودمه. خلاصه ما رو گیر پلیس و کارگاه نندازی. نه خیلی قربان، مطمئن باشین. راستی قربان، این مشتریای امشب ما دوست دارم برنامه های شرقی براشون جور کنم. بسیار خوب، برو یه رقاصه از کافه های شهر برای امشب بیار. چشم قربان. آقای محترم، برنامه امشب طبق دلخواه شما کاملا شرقی انجام میشه. میگم پس این سه تا کلاس لابدن هم پیداشون میشه دیگه. یکی دیگه جان از مهمونه اونجوری هم بریم پیش اونا. خودتون که میدونیم باید چی کار بکنی، اتاق خواب و فیل. سلام جونی. سلام، چه خانمای خوشحالی در این خدا زیادش کنه. ببینم آقای معاون، برنامه کاملا شرقی چی شد؟ این که همش فرنگیه. شروع میشه عزیزم، الان شروع کنی. چی افتاد؟
این کار میکنه. الو؟ بله، سلام. چی؟ شما کی هستین؟ من منصور هستم قربان، همون که امروز صبح تلفن کردم گفتم امشب مدرک زنده است دخترها به دست میارن. آها آها، آدرس؟ بله بله، صبر کنین یادداشت کنم. بفرمایید. بله قربان، آدرسش سرراز، زود پیدا میکنی. بله بله قربان، بله بله بله. آخ جیان، خب برم اینجا رو یه سرکشی بکنم. بله پس شما ها مدت هاست که در تعقیب ما هستین، درسته؟ درست میفرمین قربان. چه درست میفرمایم قربان ها؟ بله درست میفرمین قربان. پس شما ها مأموریت داشتین ما رو لو بدین؟ درست میفرمین قربان. خیال کردین موفق میشین؟ درست میفرمین قربان. بله ولی بدبخت ها این آرزو رو به گور میبرین. درست میفرمین قربان. خفه شو احمق بیشور. درست میزنین قربان. اینقدر بزنینشون تا حالشون جا بیاد. من میرم بالا تو سالون، هر وقت اقرار کردن منو خبر کنین. مشغول شین. گله میزنید برا این باشا. همینجاست، مواظب اطراف باشید. کمک کنید. خوب شد اومدین قربان، بگیرین این دو نفر بودن، من میخواستم دو نفر ببرین. بفرمایید آقای بازپرس. قربان سلام. بفرمایید. بفرمایید. همه دستاتون رو بالا نگه دارید. قربان اینا اون سه نفر آکله یعنی که خدمت ها از کلم، اینم دلال بدتیپیشونه. بله قربان، رفقای منم تو زیرزمین زندانی هم. شما همه کی به خط بیستید؟ زودتر به خط بیستید. زودتر. رئیسشون کجا؟ همینجاست. شما ها برای دستگیری رئیس خیلی مشکر. یلا یلا به خط دستین، به خط دستین. دست بالا. همه رو ببرید کلانتری برای بازجویی. این سه تا خانم به اتفاق پدرشون ببرید به زندان، فردا از زندان بیاریدشون به باز. اطاعت میشه. لطفاً بفرمین خانم آقایون، خواهش میکنم بفرمین. زودتر بفرمین. خواهش میکنم بفرمین. زودتر. شما هم خواهش میکنم بفرمید. بیاین بیرم. بیاین حالا بریم سراغ رئیس بدجنسشون. بیاین برم. بیاین برم خیلی موازه باشم. نه این یعنی این یعنی خواهی مال رای من. بیاین اوه برده اینجا از ترزش داری تو توالت زمین بیچاره. کوف بیرون بیرون در محاصله پلیس میشاره. بیرون دیگه. بیرون نمیبینی صرفه میکنم. دیگه بیرون بی خود صرفه میکنی. بیرون چی از جون من میخوایی مردنی؟ حالا بهت میگم من مردنی هم. از پاس صد تایی تو برمیان. تو دست خودت داری کونه تو میکنی. آره بیاین گرفتمش. بیاین بلم کن. بیاین کمک. بیاین حروم باشید آقا. بگیرین آقا نکنید. بفرمین پدر نامرد. ساعت ده شد. پس این آقای بازپرس کجا؟ گفتم که برای تحقیقات محلی رفتن. حالا چرا اینقدر عجله داریم؟ آخه ما باید زودتر تبرئه بشیم و خودمونو برسونیم سر اقوه. الا کار از کار میگذره. تقصیر ما چیه؟ ای بابا. الو بفرمایید. بله اینجا هستم. خانومی به اسم نوشین با شما کار داره. اومد. بله پس چی شد؟ شماها که گفتین تبرئه میشین و خودتونو میرسونین، ساعت ده میخوان ما رو عقد کنن، دزود باشین. هر طور شده بله رو نگین. آقای پاسپورت الان پیداشو میشه، ما تبرئه میشیم، خودمون جنگی میرسونیم. آره بابا جون طاقت بیاریم. آخه بساط عقد و همه چیز آماده است، اگه شماها نرسین ما بدبخت میشیم. بله رو نگی تا ما برسیم. خیلی خب پس زود بیاین.
ای وای داماد اومدن، خدا مرگم بده، حالا چیکار کنی؟ بح 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 بح، بفرمایید، خیلی خوش اومدین، خوش اومدین، بفرمایید برادرزاده های مهربانم، خیلی خوش اومدین، بفرمایید تو، قدمتون روی چشم، بفرمایید داماد های عزیز من، برید تو، خیلی خوش آمدین، خوش آمدین، بفرمایید. آقای مونشی ساعت ده گذشت، بازپرس نیامد، الان نامزدهای نازنین اینا رو به عقد و ازدواج دوتا سیبیل کلوف در میارن. زهر مار، آقای مونشی تو رو به خدا یه کاری بکن. من چی کار کنم آقا؟ آقای بازپرس باید بیاد تا به پرونده‌تون رسیدگی کنه. آجله زیر سلام علیکم خوش آمدین برادرزاده های عزیزم. او چارتام امو بشین اونی که خبیلی بفرم یالا خیش لطفاً یه دقیقه دستی که دارید بگید عروس خانما بیان. حالا چی کار کنیم نسرین؟ از نادر و امیر هیچ خبری نیست. دعا کن زودتر برسن، هر طور شده بله رو نگو تا بیان. خیلی خوب باشه، باشه بریم. چند دقیقه دست نگه دارید، لطفاً خطبه عقد شروع بفرمایید. بسیار خوب، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خداوندی را سزاست که قوام و دوام نظم‌ها را با مناجحه و مزاوجه بنا نهاد. آقای منشی ساعت ده و نیم شد، الان اونا رو عقد میکنن، نامزدای ما رو برای دو تا سیبیل کلوف عقد میکنن. آخه کار از کار میگذره. من چه کار میتونم بکنم آقا؟ نمیشه به آقای بازپرس تلفن کنی؟ آقای بازپرس رفته تحقیقات محل، من کجا تلفن کنم؟ زغ نبود، نوبت گریت هم میرسه. آقای بازپرس من سلام علیکم آقای بازپرس، دستم به دامنتون. مستر ساعت باید خودمونو برسونیم به نامزدمون و الا اونا رو به عقد دوتا. بله میدونم میدونم، الان به پرونده تون رسیدگی میکنم. خیلی متشکرم. شعر نمیگی؟ خبشم دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسین بارفروشان فرد اعلا و حسن بارفروشان فرد اعلا در بیاورم. پس چی شد؟ تکرار میکنم، دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسین و حسن بارفروشان فرد اعلا در بیاورم. ای پس چرا چیزی نمیگین؟ پدر حالم بدی، حالم بده، قلبم گرفته. برین قنداق بیارین، مسخره بازی در آوردین، برین قنداق بیارین، زود باشین. با دستگیری و اعتراف صریح اعضای باند، به خصوص اینکه سه نفر خانم ها به نام شهین، مهین و مریم مقدس زاده در انجام اعمال خلاف عفت عمومی با افراد باند همکاری داشته و با اظهارات خلاف واقع به آقایان امیر و نادر و منصور خوشدل که نام فامیلشان در پرونده ذکر شده است تهمت و افترا زده اند، لذا قرار براءت و آزادی آقایان و قرار بازداشت این خانم ها و آقا صادر می شود. خیلی آی واسوس، ما تبرئه شدیم، میتونیم بریم؟ بله شما میتونید برید، بفرمایید. خدا از بزرگی کمتون نکنه، لطف مازی. حالا چه اومده آقا؟ یالا خطبه عقد شروع کنید. شروع کنید ببینم. دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسین و حسن بارفروشان فرد اعلا در بیاورم.
جدی؟ بالاخره جواب این بنده حقیر را میدهید؟ پس چرا خبر مرگتون نمیگین؟ بله پدر، حالم بده، حالم بده، قلبم گرفته. این بازی ها چیه در آوردین؟ من مسخره کردین؟ یالله برین قنداق بیارین. اگه مردین و موندین باید امروز بله بگین. عجب گرفتاری شدم ها. دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خان. مکرمه معظمه معلمه رو ولش کن، لفتش داده، خلاصش کن. بسیار خوب قربان. دوشیزه محترمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسن و حسین بارفروشان فرد علا در بیاورم. تکرار کن آقا، تکرار کن. چشم آقا، تکرار میکنم. دوشیزه محترمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی حسن و حسین بارفروشان فرد علا در بیاورم. چی شد؟ ایوای لخه زد کنم موتورش گیرپاچ کرده، باید ببرمش گاراژ. باز بهشان میبرمش گاراژ. خون سه باره بخون، صد باره بخون. چه کار کنم آقا؟ میبینید که بله را نمیگوین. این بار اگه بله نگن اسمم از روشون ور میدارم. همین الان از در خونه بیرونشون میکنم. شروع کن آقا. چش دوشیزه محترمه مکرمه معصر. آقا گفتم خلاصه بخون. چش دوشیزه نسرین خانم و دوشیزه نوشین خانم، به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی حسن و حسین بارفروشان فرد علا در بیاورم. وای که از دست شما ها دیوونه شدم. آقا خطبه رو بخون. برای چهلومین بار تکرار میکنم، دوشیزه نسرین خانم و دوشیزه نوشین خانم، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسن و حسین بارفروشان فرد اعلا در بیاورم؟ نسرین تو میگی چیکار کنیم؟ بگیم بله. نمیدونم، چاره ای نیست. سیه خود زبان بازم سیخه رو بخون آقا، تکرار کن. برای چهل و یکمین بار تکرار میکنم، دوشیزه نسرین خانم و دوشیزه نوشین خانم، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسن و حسین بارفروشان فرد علا در بیاورم؟ دیگه فایده ای نداره، باید بله رو بگیم. اول تو بگو. نه تو اول بگو. برای آخرین دفعه تکرار میکنم، تصدقتان نوشین خانم و نسرین خانم، به دایی ستم دیده وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان حسن و حسین بارفروشان فرد علا در بیاورم. پس با هم بگیم. بله رو میگید یا نه؟ مجبوریم دیگه بگیم بله. آره مجبوریم. شده بچه ها بودو بینم، بودو بینم. بکید بله، بکید بله، بکید بله. نخیر 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 چه بودی؟ تمره شدن بچه از کی به شما اجازه داد وارد مدرسه؟ یاله برین بیرون، برین از خونه من بیرون. حقه بازای شارلتان، برین بیرون. یاله بیرون. شما کوتاه بیاین پدر زن جان رفقای من. نمیتونم چقدر خوشحالم. باشی بیاین، عرض داشتم با من شوخی داری. بیرونشون کنی، بیرونشون کنی. همو جو بیرونشون کنی. چی بود؟ با نشتر ما چی تیره بلش کنم؟ دفت کنی که من پایی بیرونشون کنی. بارا بارا خجالت بکر. به جون شما لخت مادر جان شما فیلم لخت مادرزاد شما رو من آقا مزخرف نگو. باور کن تو این قوطی آبروتون نفته اگه نشون بدم. بله بس میگی؟ بله بله یه دقیقه دست نفته بیم بار فروش هم آرخه ببینم. بیاین تو آقا. بله قربان، فیلم سکسی شما هم قاطی فیلم های دیگه بود.
الان نشونتون میدم. اگه این مدرک به دست کسی بیفته دیگه وا ویلا، کارت به بازپرسی و قانون و زندون میگه که قربان. ببینی؟ چه افتضاحیه. تو دوتا رو فقط بر نمیام، شما منو به زانو در آوردین. حاضرم دخترامو بدم به دوتا رفیقات به شرط اینکه این فیلمو بدی به من. چشم، نوکر شما هم هستم. در بس فیلم ها و این دستگاه در اختیار شماست. فقط بریم با صدای بلند اعلان کن که حاضری دو دختراتو بدی به دو دو رفقای من. چطوره؟ خب بریم بریم. بارفروش بی بارفروش بریم. شاهد دارم اینجا. دست نگه دارید ببینید چی میگم. من تصمیم خودم رو گرفتم. من موافقت خودم رو رسما به شما آقایان آقتا اعلام میکنم که همین الان خطبه عقد دخترام نسرین و نوشین رو به اسم این دو جوون امیر و نادر بخونید. یالا خطبه رو بخونید. کی؟ صیغه را برای اینها جاری کنم؟ ابدا غلط میکنم، ابدا. این بچه من الوجود اینا پدر بنده را در آوردند آقا. من اگر شاهرگم را هم بزنن حاضر نیستم برای این زاده های شیادی صیغه عقد جاری بکنم. بریم آقا بریم. نمیخوام زن من نمیخوام. اگر مسخره کردی مرا آقا اصلا صیغه نمیخوام. صیغه را جاری کنید آقا. آقا 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 شاگرد جان بزن آقای دین. بزن جا فرار از شاگرد بزن. قلبم گرفت. من دیگر از اینجا تکان نمیخورم. آقا دین قربونتون برم الهی. من اینجا سیغه رو جاری کنم. من آقا همینجا سیغه رو بخونیم. آقا همینجا توی کوچه بخونیم. خیلی خوب میخوانم به شرطی که پدر عروس خانم ها اجازه بدن. اجازه دادم که دخترامو به عقد ازدواج اونا در بیارم. اما خلاصه کن دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نسرین خانم و دوشیزه محترمه مکرمه معظمه نوشین خانم، آیا به دایی وکالت میدهید که شما را به عقد نکاح دائمی آقایان امیر و نادر در بیاورم؟ خدا دیدین بالاخره این دو تا رفیقمون به نوای رسیدن و سر ما بی کلام. بیا اینم کلا. ایوا در برگ نادیا توی بالاخره تو کلا رو سر ما گذاشتی. تو که پولدار نیستی مثل اونا. خب باشه قبول دارم، قربون دارم الهی. نظر من بی زن نمونم.